این سیگنال عینت هست، این هم بینات و این هم سینات. پس سیگنال اینجا میشه عینت، بینات، سینات. حال در اینجا عینت، بینات، سینات، نات میشه. از قضیه دمورگان استفاده بکنیم، معادل هست با ای به علاوه بی به علاوه سی. ورودی دوم این گیت اند سی هست، بنابراین خروجی اون یعنی سیگنال این نقطه میشه A به علاوه B به علاوه C AND با C، و یا اون رو ساده بکنیم برابر میشه با AC به علاوه BC به علاوه CC که معادل همون C هست. در نتیجه X برابر میشه با ورودی سوم این گیت OR همون D هست به علاوه ورودی دوم سیگنال این نقطه میشه که معادل A به علاوه B به علاوه C هست، به علاوه ورودی اول هم AC به علاوه BC به علاوه C هست. C به علاوه C معادل خود C هست، پس این C رو در اینجا میتونیم حذف بکنیم. حالا از قواعد جبر بولی استفاده بکنیم، C به علاوه AC هم معادل C هست، و باز هم C به علاوه BC هم، یعنی این رو با این جمع بکنیم، C به علاوه BC باز هم معادل C هست. بنابراین X برابر میشه با A به علاوه B به علاوه C به علاوه D، یعنی این مدار توسط یک گیت اور چهار ورودی پیاده سازی میشه. ورودی ها A، B، C و D هست، یک گیت اور چهار ورودی، در حالی که در اینجا 7 گیت مختلف داریم. در ادامه به خواص عمومی گیت نند و نور خواهیم پرداخت. یکی از خواص جالب گیت های نند و نور اینه که میتونیم سایر گیت های منطقی رو با استفاده از اونها پیاده سازی بکنیم، و در نتیجه هر عبارت بولی رو هم ما میتونیم فقط توسط گیت های نند بسازیم و دیگه نیازی به گیت های اند، اور و نات تکی نداریم. مثلا میخواهیم گیت نات رو با نند بسازیم. نات فقط یک ورودی A دارد. کافیه که این ورودی رو به هر دوتا ورودی گیت نند متصل بکنیم. چون A AND با A NOT واضحه که معادل همون A NOT هست. حالا اگر یک گیت نات رو در خروجی نند قرار بدهیم و خود این گیت نات رو با استفاده از نند به این صورت بسازیم، در این صورت گیت AND به دست میاد. ورودی های AND AB هست که همون ورودی ها رو به یک گیت نند وارد می کنیم و سپس خروجی نند رو به دوتا ورودی دیگه یک نند دیگه متصل می کنیم. خروجی میشه AB NOT NOT که معادل همون AB و یا یک گیت AND هست. برای پیاده سازی OR توسط گیت نند هم کافیه که ابتدا ورودی ها NOT بشه. پس مطابق توضیحاتی که دادیم، G1 و G2 گیت های نات هستند و ورودی G3 میشه A نات و B نات، و خروجی اون میشه A نات B نات نات که از قضیه دمورگان استفاده بکنیم این عبارت معادل A به علاوه B هست که دقیقا یک گیت اور رو مشخص میکنه. حال اگر بیایم یکی از این واحد ها رو در خروجی گیت اور قرار بدهیم، به این صورت یک گیت نور به دست میاد. بنابراین تونستیم با استفاده از گیت نند سایر گیت های منطقی پایه رو پیاده سازی بکنیم. به همین دلیل ما میتونیم برای پیاده سازی عبارت بولی فقط از گیت نند استفاده بکنیم. گیت نور هم دقیقا همین خاصیت ها رو دارد. مثلا اگر دوتا ورودی گیت نور رو A در نظر بگیریم، خروجی میشه A نات. اگر این ورودی رو با A و این ورودی رو با B نشون بدهیم، خروجی گیت اور A به علاوه B NOT هست. حالا اگر B همون A باشه، A به علاوه A و اون رو NOT بکنیم، معادل همون A NOT یا گیت NOT خواهد شد. حالا اگر یک گیت NOT به این صورت رو در خروجی گیت NOR قرار بدهیم، گیت OR به این صورت به دست می آید. برای پیاده سازی گیت AND توسط NOR هم và cơm cái nồi tên xôi cái này vần ra bên.